سلام دوستان، رکو هستم و با یه برنامه دیگه از باید بدانیم در خدمتتون هستم. در این برنامه از باید بدانیم عکس‌های جالب رو براتون گردآوری کردیم که حتما براتون جالبه. لطفاً قبل از هر چیز از این قسمت در زیر همین ویدیو عضو کانال ما شوید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله رو بزنید. در تاریخ 8 مه 2011 خانم گوگوش با انتشار این عکس در صفحه فیسبوک خود برای اولین بار تصویری از مادر خود را به اشتراک گذاشت و اعلام کرد مادرش در سال 2004 در شهر لس آنجلس چشم از جهان فرو بسته است. منبع عکس هم صفحه اصلی فیسبوک خانم گوگوشه. خب، تصویری رو که دارید میبینید تصویر محمود قربانی و گوگوش پس از طلاقه، سال 51. این دو چهره سرشناس و جنجالی چند لحظه قبل از ضبط این تصویر از یکدیگر جدا شدند و در میان تعجب همگان دست در دست یکدیگر با چهره متبسم و حاکی از رضایت همراه با وکلای خود در حال ترک دادگاه می باشند. گوگوش برای در امان ماندن از شناخته شدن و گریز از فلش دوربین خبرنگاران با روسری و عینک حضور پیدا کرد و طرفین سعی داشتند طوری وانمود کنند که از این جدایی متأثر و ناراحت نیستند. فراموش نکنیم پای تنها فرزندشان کامبیز کوچولو هم در میان بود. خب، در ادامه عکسی از مراسم عقد کنان آقای امین حیایی و خانم مورا بانکیپور رو میبینیم. حاصل این ازدواج منجر به طلاق، آقای دارا حیایی بازیگر سینماست. خانم بانکیپور دختر خانم فرزانه داوری بازیگر سابق سینما می باشد. مجموعی از عکس های متفاوت خانم بانکیپور رو با هم مرور می کنیم. و اما مراسم جشن ازدواج استاد منوچهر چشمازر و همسرش خانم منیر چشمازر با حضور زنده یاد ناصر چشمازر در سال 50 در تهران. تکرار نشدنی در حوزه موسیقی، زنده یادان خانم دلکش و خانم هایده در کلوب هنرمندان فانوس در سال 58 در تهران. خب، در ادامه عکسی از زنده یادان ویگن دردریان و همسر آمریکاییش خانم کارن رو میبینیم که این عکس در سال 98 در لس آنجلس گرفته شده. عکس بعدی آقای استاد ناصر چشمازر در کنار همسرش خانم شیرین احمدلو و دخترشان رعنا چشمازر هست. متاسفانه در 14 اردیبهشت 97 اسطوره بزرگی را از دست دادیم که جامعه موسیقی ایران مشابهش را دیگر نخواهد دید. یادشون گرامی باد. خب، اینجا عکس آخرین جشن تولد زنده نام استاد علی حاتمی با حضور زنده نام عباس کیارستمی، خانم لیلی گلستان همسر زنده نام نعمت حقیقی و مادر آقای مانی حقیقی، علی حاتمی و همسرش خانم زری خوشگام در مرداد 75 و تر تهران. این که میگن کوه به کوه نمیرسه ولی آدم به آدم میرسه الکی نیست. اون آقا در عکس‌های سیاه‌سفید مرتضی فرزانه ناظم لیلا فروهر در مدرسه یکتای تهران است در سال 44. در عکس رنگی استاد مرتضی فرزانه ناظم دیروز و پیشکسوت محترم خبرنگاری و عکاسی سینما و مطبوعات هنری امروز در کنار همسرش خانم زری فرزانه و خانم لیلا فروهر و همسرش اسی نبی. این هم عکس خانم زنده یاد هایده در کنار کیوان، کامران و دخترش کیانوش. همونطور که میدونید خانم هایده در 13 سالگی ازدواج کرد و صاحب 3 فرزند شد. خانم هایده در کل 4 بار ازدواج کرده. هر 3 فرزند خانم هایده ساکن آمریکا میباشند. زنده یاد گیتی پاشایی تهرانی، متولد 23 خرداد 1319 در تهران و در گذشته 17 اردیبهشت 1374 در تهران. خواننده، آهنگساز، بازیگر و همسر آقای مسعود کیمیایی و مادر پولاد کیمیایی است. از سمت چپ آقای امیر غفارمنش در کنار همسرش زنده یاد پوپک گلدره، معصومه کریمی و فاطمه هاشمی در سال 72 و در تهران.
پوپک گلدره سال 84 در شهریور ماه زمانی که در سریال نرگس ایفای نقش میکرد برای استراحت به شمال رفت. او در جاده نوشهر به نور تصادف کرد و به کما رفت و در 27 فروردین ماه پس از حدود 8 ماه به سر بردن در اغما در سن 34 سالگی چشم از جهان فرو بست. روحش شاد و یادش گرامی باد. خب این عکسی که میبینید همه شب‌پره ها در یک قاب هست. از سمت چپ شهبال، شهناز، شهرام و شهنام شب‌پره. خواهران تکرار نشدنی آواز و موسیقی ایران، زنده یادان مهستی و هایده. این عکس در اواخر دهه 40 گرفته شده. روحشان شاد. عکسی رو که میبینید خانم فلامک جنیدی در کنار همسرش آقای آیدین پوری و دو فرزندش حنا و میلان است. خانم جنیدی همراه با خانواده چند سالی است که در خارج از ایران زندگی میکنند. و اما شجریان ها، از سمت راست مژگان، همایون و رایان شجریان. رایان حاصل ازدواج دوم استاد محمد رضا شجریان با خانم کتایون خانساری میباشد. استاد جمشید مشایخی در کنار همسرش خانم گیتی رعوفی. به به، گروه بازیگران سریال ساعت خوش به کارگردانی مهران مدیری در سال 73 و در تهران. دفتر هفته‌نامه ارزش. از سمت راست آقایان سعید آقاخانی، رضا عطاران، رضا شفیعی جم، فرشاد عباسی خبرنگار و نصرالله رادش. یادش بخیر. سریال ساعت خوش که ساعت‌ها با دیدنش خوش بودیم. ستار عزیز در کنار همسرش خانم مهناز و دخترش شینا نوروز 99 در آمریکا. خانم فاطمه نقوی بازیگر قدیمی تئاتر، سینما و تلویزیون ایران و همسر آقای آتیلا پسیانی و مادر ستاره و خسرو پسیانی. عکس سمت راست خانم فاطمه نقوی در نمایی از فیلم مسافران به کارگردانی استاد بهرام بیزایی سال 70 می باشد. از سمت راست زنده نام اسماعیل داورفر، زنده نام جمیله شیخی، علی نصیریان، محمد علی کشاورز، اسماعیل شنگله، پرویز کاردان. سال 1339 در تهران در حال اجرای زنده تئاتر در تلویزیون. آقای فخیم زاده و خانم فرزانه تاییدی در نمایی از فیلم میراث من جنون به کارگردانی مهدی فخیم زاده در سال 60. این فیلم قبل از قانون اجباری شدن حجاب ساخته شد. عکسی زیبا و خاطر انگیز با حضور زنده یاد حمیده خیرآبادی یا همون نادره خودمون، استاد محمد علی کشاورز و خانم فرشته ملک فرنود، مجری سابق صدا و سیمای ایران در سال 78. تصویر جدید داریوش عزیز در کنار همسرش خانم ونوس و پسرشان میلاد اقبالی لس آنجلس سال 2020. هنرمند عزیز جناب آقای ایرج طهماسب در کنار همسرش خانم مرجان مدرسی و دو دخترشان یاسی و گلناز طهماسب. زنده یاد هایده و آخرین همسرش آقای عباس شاکری لس آنجلس سال 1985. سلطان قلب ها محمد علی فردین در 20 سالگرد ازدواجش با خانم مهری خمارلو در سال 1348 دوباره مراسم جشنی برپا کرد. او لباس داماد و همسرش لباس عروس برتن کردند. این جشن بزرگ با حضور اقوام و بسیاری از بزرگان سینما در آن روزگاران برگزار شد. فردین مردی خانواده دوست و در خدمت خانواده بود. زنده یاد محمد علی فردین در سال 1379 درگذشت و همسرش 4 سال بعد در سال 83 به او پیوست. اولین شام رمانتیک خانم گوهر خیراندیش در کنار همسرش زنده یاد جمشید اسماعیل خانی در سال 1349 در شیراز.
عکس جدید آقای محمود قربانی و پسرشان آقای کامبیز قربانی، همسر اول و تنها پسر خانم فائقه آتشین با نام هنری گوگوش. آقایان امین حیایی و رضا شفیعی جم در نمایی از فیلم دو همسفر به کارگردانی آقای اصغر هاشمی سال 1371. زنده یادان خانم حمیده خیرآبادی یا همان نادره و مازیار در یک دوره همی دهه 50. روحشان شاد. خب دوستان عزیز، امیدوارم از این مجموعه لذت برده باشید. لطفاً نظر خودتون رو در مورد این عکس ها به صورت کامنت با دیگر همراهان ما به اشتراک بگذارید.